برنامه یه گیم کده خیلی خوش اومدید. این برنامه رو با یه بازی قدیمی برای اجرا توی گوشی ها شروع میکنیم که شاید خیلیاتون باهاش آشنا نیستید. Life is Strange عنوان یک بازی خارق‌العاده و ماجراجویانه خاص از استدیوی اسکوئر نیکسه که به صورت رایگان اما با پرداخت درون برنامه ای عرضه شده. این بازی اپیزودیک شباهت زیادی به ساخته‌های استدیوی تلتل گیمز داره، به این معنی که داستان بازی با انتخاب‌های شما میتونه مسیر جدیدی رو شکل بده که هم در روند داستان و هم در پایان بندی اون تفاوت اساسی رو ایجاد میکنه. زندگی عجیبه روایت زندگی دختری به نام مکسه که به عکاسی علاقه داره و یکی از ابزارهای اصلی دست اون برای بازی هم دوربینشه. اما ماجرای بازی از جایی شکل میگیره که مکس متوجه قدرت عجیب و غریب خودش در کنترل زمان میشه، به نحوی که میتونه در مواقع نیاز زمان رو به عقب برگردونه، غافل از اینکه هر تغییری در گذشته حتی کوچک باعث تغییرات بزرگی در آینده و سرنوشت هر آدمی میشه. و اینجاست که او کم کم متوجه میشه که قدرتی که به او داده شده نه تنها شاید یک هدیه نیست، بلکه میتونه برای خودش و اطرافیانش خطرناک هم باشه. اگه علاقه من به بازی های اپیزودیک، ماجراجویانه و مبتنی بر روایت یک داستان هستید، پیشنهاد ما اینه که این بازی یعنی Life is Strange رو از دست ندین و امتحانش کنید. بازی که شما در اون نقش یک کاراکتر فیلم سینمایی رو دارید که از قضا سناریوی فیلم رو هم خودتون دارید می‌نویسید. با هم به تماشای تریلر این بازی بنشینیم. So what do you want? You don't know who the fuck I am. What are you doing? Get that gun away from me, psycho! No! My name is Max Caulfield. I'm 18 years old. Years ago, my family moved away and I left behind my childhood. After 5 years, I'm back in my hometown, Arcadia Bay, Oregon. Now I'm studying photography at Blackwell Academy, my new home. In the end, it's still high school, which kind of sucks. Then there's Chloe. Home, shit, home. Let's dance or take my picture with your new camera. Come on, rock out, girl. Then something happened. Something that changed my life forever. Max, what's going on? Where am I? There's something else I have to tell you. Holy shit. Talk to me, Max. Whoa! No! I discovered I could reverse time. Max, start from the beginning. Hey! Max? Chloe? Oh! Yay, Max! In the bathroom today, you set off the alarm. You hella saved my life. Don't ever touch me again! Then I realized I had a choice. Hey, you okay? And the power to change everything. Bang! What the hell? Come on, slowpoke! If I see you here again, you'll learn all about real trouble. So, what would you do now? در حالی که در همین روزها بازی Marvel's Avengers در دسترس کاربران کامپیوتر PS4 و Xbox One قرار میگیره و گیمرها الان دارن نسخه بتای گیم رو بازی میکنند، ناشر بازی Square Enix تریلر جدیدی رو از بازی Marvel's Avengers منتشر کرده. طبق جدیدترین اخبار بازی، تریلر منتشر شده گروه شرور Advanced Idea Machines یا به اختصار AIM رو نشون میده. این گروه پس از اتفاقات ایدی و منحل شدن گروه انتقام جویان کار خودش رو آغاز میکنه و به سرعت به یک شرکت برجسته در زمینه تکنولوژی تبدیل میشه. شانسکی، کارگردان بازی اونجرز و دیگر دست‌اندرکاران ساخت بازی، در تریلر مورد نظر در مورد گروه AIM و نحوه درگیری اونها با انتقام جویان صحبت میکنند. بازی Marvel's Avengers در تاریخ 14 شهریور ماه عرضه میشه و نسخه نسل 9 اون هم پس از عرضه کنسول های نسل بعد در دسترس قرار میگیره. در ادامه شما رو به تماشای یک تریلر دیگه از بازی که به صورت سینمایی ساخته شده دعوت میکنم. You know that old saying, never meet your heroes? Well,
I did. And it was awesome. The Avengers were everything I imagined. Hello, San Francisco! Thor, Tony, check it out. At once. Try to keep up. This just got a whole lot more interesting. Let's make this quick. Secure the bridge. Those weapons can't get into the city. How you set them up? I'll knock them down. Thor, what's your status? There are humans trapped. And lots of small, angry men with guns. Is that a joke? Did Thor make a joke? Cap, they got pulsar tanks. Down! Tony, Thor, the cables! Cap, what's going on over there? Start to Chimera, what's your status? We should head back. No, stay on task. There are still civilians on this bridge. Reactor. Damn it, they played us. No. Some say they were set up. Others call them murderers. Do the Avengers pose a danger to society? That was the question, Bruce. That was the question. Well, we all lost something that day. But that's not how this story ends. What are we waiting for? شیائومی نو جیومینی یک محصول جدید از شرکت بزرگ گوشی‌سازی چینیه که حالا قراره وارد بازار جهانی بشه. این کنسول بازی به طور خاص برای بازی‌های کلاسیک و خاطره‌انگیز طراحی شده. حتی طراحی ظاهری خود دستگاه هم جنبه نوستالژیک داره و شما با دیدن تصویر این کنسول به یاد گذشته خواهید افتاد. در نسخه اولیه این کنسول 40 بازی کلاسیک برای کاربران در نظر گرفته شده تا تنوع کافی برای خریداران این کنسول وجود داشته باشه. در ماه مارس بود که شاهد عرضه کنسول بازی شیائومی بودیم، کنسولی که با توجه به قیمت 100 پوندی خود تقریبا موفق عمل کرد. این اتفاق زمانی افتاد که شرکت بازی سازی ژاپنی SNK Corporation با همکاری با شرکت شیائومی موافقت کرد. در عرضه اولیه این محصول صرفاً بازار آسیا مورد هدف قرار گرفت. حالا اما به نظر میرسه که با توجه به تجربه‌ای که مدیران این شرکت بزرگ چینی در عرضه اولیه این محصول در آسیا داشتند، قرار این کنسول رو وارد بازار جهانی هم بکنند. اگه بخوایم به طراحی این کنسول نگاهی دقیق‌تر داشته باشیم، قابل حمل بودن این کنسول بازی یک امتیاز و مزیت برای این شرکت چینی به حساب میاد. وزن 390 گرمی دستگاه که با ابعاد کوچک همراه شده از دیگر مشخصات قابل توجه این کنسوله. اما فراموش نکنیم که مهمترین دلیل موفقیت این کنسول طراحی نوستالژیکه، چرا که هر کدوم از ما به هر دلیلی دوست داریم به نوستالژی همون برگردیم، حتی اگر خاطرات تلخ رو مرور کنیم. اما برگردیم به این دستگاه. این کنسول به یک صفحه نمایش 3.5 اینچی LCD با نسبت تصویر 4:3 مجهزه. به علاوه پخش صدای اون هم از بلندگوهای استریو انجام میشه. از طرفی شرکت شیائومی یک درگاه HDMI مینی رو برای اتصال کنسول به تلویزیون یا مانیتورهای مختلف در نظر گرفته. نئو جیو مینی همچنین دارای جک هدفون 3.5 میلیمتری بوده و برای شارژ دستگاه هم از یک USB-C استفاده میکنه.
تریلر جدید بازی هیتمن 3 شما رو به جنوب انگلستان و منطقه دارتمور میبره، جایی که مأمور 47 در نقش یک بازرس باید راز یک قتل در کاخ تورنبریج رو کشف کنه. برخلاف دیگر مأموریت‌هایی که وظیفه شما به قتل رسوندن مخفیانه اهداف مختلفه، این بار تمرکز شما بر روی کارهای کارآگاهی و کشف سرنخ خواهد بود. البته همچنان به عنوان یک هیتمن باید یک هدف رو نابود کنید، اما در کنار اون حل معمای یک پرونده قتل رو نیز بر عهده دارید. نویسنده بازی در رابطه با این مرحله گفته مأموریت‌های هیتمن پیچیده هستند و شخصیت‌های زیادی در هر کدوم از اونها وجود داره که میتونید از راه‌های مختلف با اونها تعامل داشته باشید. در مأموریت راز جنایت دارتمور یک خانواده 11 نفره وجود داره که هر کدوم از اونها یک مظنون احتمالی هن و برای اینکه همه چیز برای شما درست پیش بره چالش‌های زیادی خواهید داشت. نکته جذاب دیگه اینه که بر اساس چیزهایی که کشف می‌کنید ممکنه نتایج و پایان‌های مختلفی رو ببینید. البته راز جنایت دارتمور تنها مأموریت شما در انگلستان نخواهد بود و داستان‌های دیگری نیز در این کشور رخ میده. قسمت سوم هیتمن مثل دو قسمت قبلی از فرمت اپیزودیک استفاده میکنه. در ادامه دو قسمت قبلی در این بازی هم به شهرها و مناطق مختلف جهان هم میرید و باید اهداف خود رو به شکلی هوشمندانه و بدون اینکه کسی متوجه بشه از بین ببرید. تا اینجا علاوه بر انگلستان مرحله دبی نیز تایید شده. در دیگر اخبار مرتبط، استودیوی آیو اینتراکتیو اعلام کرد که این بازی به طور کامل از واقعیت مجازی پشتیبانی میکنه و نسخه رایانه‌های شخصی اون به مدت 12 ماه در انحصار سرویس اپیک گیمز خواهد بود. بنابراین طرفداران پلتفرم استیم حداقل تا یک سال برای تجربه این بازی باید منتظر بمونند. و بریم با هم تریلر هیتمن 3 در انگلستان رو هم ببینیم. There's been a death at Thornbridge Manor. An apparent suicide. The door locked from the inside. But this was a murder. Little backstabbing prick! The family has a dark past. The manor is full of old secrets. Any one of them could be the killer. Our target has hired the best detective of our generation to solve the crime. An excellent opportunity to get close. Don't you think, 47? استودیوی بلوبر تیم در جریان رویداد آنلاین ایکس باکس تقریبا بیش از یک ماه پیش تریلر جدیدی از بازی ترسناک دی میدیوم رو منتشر کرد که بخشهایی از گیمپلی اون رو نمایش میده. در بازی دی میدیوم شما در نقش شخصیتی به نام ماریانا قرار میگیرید. این شخصیت میتونه با دنیای ارواح و مردگان ارتباط برقرار کنه و همین امر باعث شده تا بازی در دو جهان موازی و کاملا متمایز از یکدیگر رقم بخوره. بر اساس ادعای استودیوی بلوبر تیم در این بازی چالش‌ها و پازل‌های متنوعی قرار گرفته و شما برای حل اونها ملزم به استفاده از اجزای محیط پیرامونتون هستین تا سطح درگیری بازیکنان با دنیای بازی افزایش پیدا کنه. بازی دی میدیوم از نخستین بازی‌هایی بود که اعلام شد برای کنسول‌های نسل 8 منتشر نمیشه، چرا که این سخت افزارها از عهده اجرای صحیح و مناسب اون بر نمیاد. تیم سازنده معتقده برای از بین بردن بارگذاری‌ها در بازی و طراحی محیط‌های بزرگ و درگیر کننده به سخت افزار کنسول‌های نسل 9 نیاز داشته. دی میدیوم در تعطیلات پایان سال جاری میلادی برای ایکس باکس سری X و PC منتشر میشه و به محض انتشار در سرویس گیم پاس قرار میگیره. It all starts with a dead girl. The forest. The moon. Scent of pines. And then the gunshot. Every story has two sides.
A regular, rational one. But also a darker and deeper truth. Not unlike a nightmare. I can see both. Worse, I can live them. Hello? Anyone there? What is this place? تاریخ انتشار نسخه ریمستر بازی کرایسیس زودتر از اون چیزی که طرفداران تصور می‌کردن و کمتر از یک ماه دیگه میتونید منتظر ارزش باشید. اواخر فروردین ماه بود که نسخه بازسازی کرایسیس به صورت رسمی تایید شد. حالا سازندگان از تاریخ انتشار اون پرده برداشتن و خوشبختانه نیازی نیست که طرفداران برای مدت زیادی منتظر بمونند. این بازی در تاریخ 18 سپتامبر برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها منتشر میشه. با توجه به گرافیک بالای بازی توصیه میشه که اون رو بر روی یک رایانه قدرتمند یا کنسول های ایکس باکس وان ایکس و پلی استیشن 4 پرو تجربه کنید. کرایسیس قراره برای نینتندو سویچ هم منتشر بشه، اما با توجه به محدودیت های سخت افزاری این کنسول نمیشه انتظارات زیادی از این نسخه داشت. تمرکز سازندگان در این نسخه بازسازی بر روی عناصر گرافیکی بوده. برای مثال بازی حالا از یک نورپردازی داینامیک بهره می‌بره و میتونید پرتوهای نور خورشید رو ببینید که از میان جنگل‌ها عبور می‌کنه. در این آپدیت گرافیکی جنگل‌ها جان تازه‌ای گرفتن و واقعی‌تر به نظر می‌رسند. فناوری رهگیری پرتو ریت ریسینگ نیز در بازی وجود داره و دریا و سطوح مرطوب واقعی‌تر از همیشه جلوه می‌کنند. تکسچرها با کیفیت بالا و رزولوشن 8K نیز بدین معنی که شما میتونید دنیای کرایسیس رو به شکلی طبیعی تر تجربه کنید. بازی کرایسیس در زمان عرضه یک اثر انقلابی محسوب میشد که هر رایانه‌ای توان اجرای اون رو نداشت. این نسخه ریمستر نیز به نظر میرسه در تلاش تا میراث نسخه اصلی رو زنده نگه داره و از تمام ظرفیت سخت افزاری کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی استفاده کنه. با اینکه سیستم مورد نظر بازی به شکل رسمی اعلام نشده، اما طبق شایعات برای اجرای اون حداقل به یک کارت گرافیکی GTX 1060 و یک پردازنده کورای 7 7700 نیاز خواهید داشت. نسخه ریمستر بازی کرایسیس در تاریخ 28 شهریور منتشر میشه و نسخه رایانه های شخصی اون هم در انحصار پلتفرم اپیک گیمز خواهد بود. از شما دعوت میکنم تا یکی از تریلرهای سینمایی بازی کرایسیس رو به تماشا بنشینید. All this time out in the freak show and shit like this didn't matter anymore. We wrote out a farewell without Sarah. I knew that we were leaving everything behind. What did you do? Everything that mattered was gone. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Bond shoes are longing to stray right through the very heart.
spawn of jungle and ruins. They forced us out for the good of mankind. But the Ceph aren't gone. There is one thing left to do. Hunt them all down and take back the city.